خانم هیلی در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت گزینه راه حل سیاسی با بودن بشار اسد در رأس قدرت وجود ندارد و پرزیدنت ترامپ در صورت لزوم حملات نظامی بیشتری علیه سوریه انجام خواهد داد. با این حال رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا دیدگاه متفاوتی در قبال سوریه دارد. آقای تیلرسون در مصاحبه با CBC گفت تشخیص اولویت‌ها اهمیت دارد و واشنگتن بر این باور است که اولویت اول شکست دادن داعش است. متحدان آمریکا در اروپا و خاورمیانه حمله موشکی آمریکا را اقدامی قاطع در واکنش به استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم سوریه خواندند. روسیه و ایران ضمن محکوم کردن این حمله منکر نقش اسد در بمباران شیمیایی سه‌شنبه گذشته در سوریه هستند. متحدان آمریکا روسیه را برای جنایات رژیم سوریه مسئول می‌دانند و از مسکو می‌خواهند از ادامه حمایت از اسد دست بردارد. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه گفت به همتای روسیه خود گفته است مسکو باید برای برکناری بشار اسد از قدرت گام بردارد. و روسیه دیشتری بکانه سرگئی لاوروف گریشمیمیز دیده. در ملاقاتم با سرگئی لاوروف به او گفتم ما سرمایه گذاری بزرگی کردیم و تلاش زیادی به خرج دادیم. اما با در نظر گرفتن نقض آتش بس در موارد متعدد و حالا استفاده از سلاح‌های شیمیایی گام‌های لازم را بر نداشتیم. البته ترکیه به روند گفتگوها متعهد است. راه حل سیاسی مهم است اما نمیتوان در مقابل این جنایات ساکت ماند. بر حمایت از اسد اصرار نکنید و روند تشکیل دولت انتقالی را آغاز کنید. اسد اینادنیزی برکن و گشیش حکومتی باشلسن. موسکو میگوید استفاده از سلاح شیمیایی توسط اسد در سوریه دعاییست که با واقعیت همخوانی ندارد. وزارت خارجه روسیه در آستانه سفر این هفته رکس تیلرسون به موسکو گفت وزرای خارجه دو کشور دیروز شنبه تلفنی صحبت کردند و قرار شد در موسکو رو در رو درباره سوریه گفتگو کنند. در همین حال به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، جنگنده‌های هوایی سوریه پس از ترمیم پایگاه هوایی شعیرات که در حمله موشکی آمریکا آسیب جدی دیده بود، پروازهای خود را از سر گرفتند و مواضع مخالفان را در بخش‌های شرقی استان هومس هدف قرار دادند. این در حالی است که در تصاویر ویدیویی منتشر شده در اینترنت، مخالفان و خانواده‌های آنها در حال سوار شدن بر اتوبوس‌هایی دیده می‌شوند که آنها را به استان ادلب منتقل کنند. یگانه رسماران صدای آمریکا.